خب آره جبری، کنار شما موتور سه سیلندر توربوی جی دی آی هستش که شما طراحی کردیم و تقریبا از موتور ای اف پی میتونه قدرت تولید بکنه، در واقع توان تولید بکنه. ماجرا چیه؟ یعنی ای اف پی یه سیلندرش اضافیه، چون یه سیلندرش کمتره 400 سی سی هم حجمش کمتره. بله تقریبا حدود 400 سی سی که شما گفتید حجمش کمتر، تا یه ذره کمتر از 400 سی سی، 300 خورده سی سی حجمش کمتره. ولی خب فناوری جی دی آی که این قابلیت رو میده که شما بتونید توان گشتور بالاتری از این موتور بگیرید و قطعا اگر ای اف پی با فناوری جی دی آی بیاد توان گشتور خیلی بیشتر از این میده که الان داره میده و اونم احتمالاً به حدود 320 نیوتن متر میرسه و این طبیعیه که فناوری میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم توان بیشتری تو حجم کمتری بگیریم. خب اول یه توضیح در مورد خود فناوری جی دی آی میدین؟ مخفف گازولین دایرکت اینجکشنه که در اصل یعنی که بنزین به صورت مستقیم داخل محفظ احتراق تزریق میشه، نه در پشت سوپاپ، و عملاً این به شما اجازه میده که بتونید هوای بیشتری بدید، چون میتونید ناک رو کنترل کنید و توان بالاتری بگیرید، چون تونستید جرم بیشتر هوا بیارید، سوخت بیشتری هم میارید به تبع اون هوا میارید. مهمترین چیز اینه که اختلاف فشار و پاشش خیلی عوض شده دیگه، تقریبا تو موتورهای معمولی بین 2.5 تا 3 باره، اینجا حدود 350 باره که خب عدد قابل توجهیه توی پاشش بنزین. خب کلا ما یه زنه دیدگاهمون نسبت به موتور سه سیلند یه جوریه، یعنی آدم فکر کنه یه سیلند کمتر داره از لحاظ بالانس بودن، ارتعاش. شما یه توضیح میدین که اصلا نسل جدید این موتورها چجوریه؟ ما باور قدیمی باید واقعا بریزیم دور یا نه واقعا فشار روی موتور سه سیلند بیشتر از موتور چهار سیلند؟ ببینید شما وقتی که میتونید توان بیشتری تولید بکنید در حجم کمتر، قاعدتا میرید به سمت اینکه بهینه کنید حجم موتورها. معمولا سیلندرها معمولا اینجوریه که 400 سی سی به ازای هر سیلند اپتیموشن، یه ذره بیشتر از این بگیرید راندمان میفته، کمتر هم بگیرید جانمایی قطعات به مشکل میخوره. وقتی شما میتونید با 1200 سی سی 1300 سی سی توان یه موتور 1600 1700 سی سی رو بگیرید، معقولش اینه که به سمت سه سیلند برید که بهینه باشه از لحاظ راندمان به این سمت. ولی به همین معنی که شما دارید تو حجم کمتر انرژی بیشتری آزاد میکنید، یعنی فشار بیشتری دارید به قطعات میارید، پس از لحاظ طراحی قطعات باید قطعا در مورد یه سیلندش دارم صحبت میکنم، قطعا باید از استکان بیشتر برخوردار باشه. ولی اینکه سه سیلند به ذاته همیشه تو ذهن دوستان آمبالانسی رو ایجاد میکنه، بله موتور سه استوانه قطعا از لحاظ تعادل دینامیکی نداره، به خاطر همین این موتور از شفت متعادل کننده یا بالانسر شفت داره استفاده میکنه که بتونه اون عدم تعادل یک سیلندر کمترش رو، البته 6 سیلندر بیشترین تعادل داره، ولی باز نسبت به 4 سیلندر اون شفت متعادل کننده که داره برعکس میلگ میچرخه، اون عدم تعادل تو معادلات دینامیکی برمیگردون سر جاش که شما کمتر حساب کنید. قاعدتا دست موتورها و محل اتکای موتور هم باید برای سه سیلندر و شرایط سه سیلندر طراحی بشه. خب این موتور الان حدود 100 و فکر کنم 5 خودتون بگید مشخصات فنیشو. اشتباه نکنم 240 نیوتن متر، حالا اینجا هم نوشته حدود 148 اسب. خب یعنی قرار موتور ای اف پی رو بذاریم کنار؟ نه نه نه، این اصلا قرار نیست، چون ببین سگمنتی که اینا دارن قرار میگیرن دو تا سگمنت متفاوته، ولی به هر حال ایران خودی دوران گذار داره. همین جوری که ما وقتی ای اف پی مون اومد ایکس یو رو نذاشتیم کنار، بردیم ارتقا دادیم، این به سبد ایران خودرو اضافه میشه در کوتاه مدت، ولی خب در بلند مدت همینجوری که EFP هم باید ارتقا پیدا کنه، این موتور هم باید ارتقا پیدا کنه و بره به سمت الکتریفیکیشن و بهبود عمل کردی که همه اینا اتفاق. ولی این میمنه نیست که این موتور وقتی بیاد تو تولید اون موتور بازنشسته میشه، نه قطعا اون موتور هم تو همون زمان ادامه پیدا میکنه، برای سگمنت خودروهای متفاوت اینا میان تو مدار قرار میگیرن. طول هم خواهد کشید که این موتور به هر حال به یه تیراژ مثلا 200,000 تا در سال برسه، اون زمان زمانی که خب به هر حال ای اف پی این دوران گذار رو برای ما ایجاد میکنه، بعد یواش یواش اون سمت رمپدان میره، همینجوری که میگم نسل بعدی اون میاد جایگزین میشه و اینم میاد در کنارش قرار میگیره. خب الان موتور ای اف پی ظاهرن مشکل تامین میل بادامک داره تا جایی که ما میدونیم. نه یا چیزایی هایان گودم میلن یا میل بادامک، من حالا یه چیزی دیگم، موتور ای اف پی الان تو وارد رمپاپ تولید شده، ولی خب همیشه خودروساز وقتی رمپاپ تولید میکنن به آرومی تیراژو میبرن بالا، برای اینکه این احتیاط همیشه هست که یه دفعه شما موتور قبلی هم مدار خارج نمی‌کنید که همه مشکلاتی که اگه مشکلی احیانا پیش بیاد به هر توسعه است یه دفعه خط تولید با بحران مواجه شه. الان موتور ایفی داره تولید میشه، نسخه تدفعش نسخه توربان با تعداد کم در روز داره تولید میشه و احتمالاً مثلا تو 6 7 ماه دیگه عملاً این نسل موتور نسل قبلی رو بازنشسته میکنه. ولی اینکه یه دفعه بخواد مثلا این در عرض یه هفته دو هفته اتفاق بیفته قطعاً اتفاق نمیفته، مشکل خاصی هم نداره. ولی خب سفارش گذاری و تامین خب الان برای مثلا روزی 20 تا روزی 30 تا داره انجام میشه، میرسه به روزی که مثلا روزی 600 تا 700 تا هم سفارش گذاری. خب این فناوری های جدیدی که داره رو موتورها استفاده میشه در دنیا و حالا ما هم تو مرکز صنعت ایران خودرو میتونیم اینا رو ببینیم، عمدتاً برای کاهش سوخته، کاهش مصرف سوخت.
خب تو کشوری که بنزین قیمت کمی داره، صرف نظر اینکه اصلا چرا و کیفیتش چطوره، اصلا اینو توجیه داره؟ مثلا شما میخواین یه هزینه خیلی زیادی رو بکنیم برای طراحی و توسعه همچین موتوری و تولیدش، من مصرف کننده اصلا حس نمی‌کنم 2 لیتر 3 لیتر بخواد کمتر مصرف کنه، من نگاه می‌کنم اینم شده 4000 تومان، اصلا ارزش رو داره به نظر برای شما؟ اقتصاد خرد نه، این اصلا بحث حامل انرژی، اگه قیمت حامل‌های انرژی تطبیق نداشته باشه هیچ اپتیمیزیشنی نه تو موتور تو هیچ صنعت دیگه‌ای صرف اقتصادی پیدا کنه. وقتی اقتصاد کلان قضیه رو نگاه میکنیم، چون بنزین هزینه تمام شدهش که این نیست برای اقتصاد مملکت، داره سوبسید پرداخت میکنه. اگر اونو در نظر بگیم تو اقتصاد کلان قطعا صرفه داره، ولی تو اقتصاد خرد نه. اگه من به عنوان یه دونه به سلام مصرف کننده نگاه کنم، یه موتور مثلا بخواد 10 میلیون تومان گرانتر در بیاد، بعد شما مثلا میخواین تو 10 سال 6 میلیون تومان صرفه جویی برای من ایجاد کنید، خب چرا من بالا 10 میلیون تومان به شما به خودروساز بیشتر بدم، خودروساز 6 میلیون بعد از محل صرفه جویی سوخت 6 میلیون تومان تو 10 سال به من برگرده، قطعا این صرفه نده. ولی وقتی شما میرید در مورد بنزین لیتری مثلا 50 سنت 60 سنت صحبت میکنید، اون موقع دیگه این 3000 تومانی که ما داریم تو بازار خرید میکنیم که عرف نیست، میشه چون 25000 تومان 30000 تومان، اون موقع اونو بسنجید میبینید عدد خیلی سریع برمیگرده. میگم تو اقتصاد کلان صرفه داره، تو اقتصاد خرد با این قیمت گذاری نه. اگه قیمت گذاری برگرده تو شرایط به اصطلاح فوق خلیج فارس یا حالا هر شرایطی که ریل باشه با قیمت تمام شدهش، قطعا اون اثر بخشش نشون میده. مثلا خب برسیم به خودروهای برقی، مسئله از تو دنیا میان که اگه میخوایم ببینیم خودروسازی به کدوم سمت میره، نگاه کنیم ببینیم تویوتا داره چیکار میکنه. الان ما تویوتا رو هم نگاه میکنیم ببینیم آنچنان نرفته سراغ برقی سازی، ما یه خورده از اونوری قش نمی کنیم، خیلی نرفتیم سمت خودروهای برقی. منظورتون از ما خودروسازیه؟ نه به نظرم خودروسازی من برداشتم اینه که ببینید دیگه اینکه به سمت فناوری جدید باید بریم، همه فناوری ها رو باید تو سبد داشته باشیم، این درسته، ولی اینکه واقعا خودرو برقی راه حل ماست تو سبد، یعنی که 100% مثلا 3 سال دیگه همه خودرو برقی باشن، من به این باوری ندارم، همونجوری که جای دنیا اینجوری نیست. یعنی شما نگاه میکنید تو افق، ولی اینکه اینا تو سبد به هر حال خودرو برقی هم یه اثر بخشی داره که تو سبد یه سگمنتی رو برای خودش پیدا میکنه. تویوتا اون چیزی که از سال قاعده 1690 شو تو اینترنت هر کسی میتونه سرچ کنه بره ببینه، تویوتا باورش به هیبریده نه به برقی و در اون مسیر میره جلو. و حالا ما هم به تویوتا خیلی بیشتر، یعنی تو ایپکو لااقل تو مسیر استراتژی من اعتقاد داریم یه دوران گذاری داره که از گاز طبیعی و هیبرید میگذره و ما باید حتما اینو تجربه شد. شما 4 سال آینده موتورها و قوای محرکه رو در واقع تو ایران چه جوری می‌بینیم، به کدوم سمت رفته؟ من به نظر من گازسوز یه ذره رونقش بیشتر میشه با این وضعیتی که برای بنزین داریم و قطعا هیبرید میاد داخل سبد. آخه گاز هم ما دوباره مشکل داریم، میگم به نیروگاه ها نمیرسه. ببینید اون یه بحث دیگه است، من نمیگم گاز به نیروگاه ها نمیرسه، ولی میزان مصرف خودروهای گازسوز شما نگاه کنه زیر پرت شبکه است. ما تقریبا 3-6% تو پیک خودروها مصرف میکنن، این باری رو شبکه حساب نمیشه. درسته شما میگید اون اتفاق میفته، ولی خودرو هم اینجوری نیست که دائم به سیکل وصل باشه. میشه خودروها رو تامین کرد و واقعاً من فکر نمیکنم چالش بزرگی برای نفت باشه اینکه مثلا فرض کنید سالی 100000 تا، این که من گفتم بیشتر میشه، منظورم این نیست که مثلا سالی 2 میلیون خودرو گازسوز قرار تولید بشه، ولی من پیش بینی اینه که بین 50-60000 تا حد اکثر 100000 تا خودروی گازسوز میاد تو سبد تولید 1 میلیون سالانه قرار میگیره. چقدرشون برقی شده به نظرتون موقع هیبرید؟ به نظر من تو آینده نزدیک بین 20-25000 تا سالانه. و کل تمام برقی ای وی شده؟ واقعیتش من بیشتر از 6-7000 تا نمیبینم تا 4 سال آینده سالانه. سالانه. ممنون از شما.